با درود و سلام به هموطنان گرامی ایرانی من. من امروز به شما دو تا شمشیر قدیمی با مهر، یکیشون با مهر کلبری که اینی که من میبینید و دیگری با مهر اسدالله نشون میدم. من در مورد شمشیرهای با مهر کلبری و با مهر اسدالله که نوعی مختلف است و طبق تحقیقات سالیان من که در برای موزه های مختلف ایران، بیشتر از 22 تا موزه ایران من کار کردم و در کتاب ها منتشر کردم، براتون گفتم و همچنین در موزه های خارج کشور و مجموعه شخصی. امروز من به شما یک شمشیر کلبعلی نشون میدم با مهر واقعی کلبعلی. میدونیم که انسان های مختلفی بوده، هم که نشون دادم با مهر کلبعلی در دوره صفوی امضا میکردن آهنگرهای مختلفی با نام و با تیتر و با لقب کلبعلی و همچنین اسدالله. این کلبعلی مهر تلاکوبی هستش، نه اون تلاکوبی مکرر که بعدها در هند با مهر تقلید زده بودن. یک شمشیر تیغه واقعی با مهر خیلی خوب دوره صفوی هستش. همونطور که شما اینجا میبینید از پولاد گوهردار درست شده. این دوتا در فرانسه در مجموعه شخصی که قبولش میشدن، متاسفانه در قرن 18-19 میلادی خیلی از مجموعه دارایی که در اروپا بودن شمشیرهای ایرانی رو، نه خیلی هاشون ولی خب بله دیگه اکثریتشون شاید، شمشیرها رو پالیش سفید میکردن چون علاقه داشتن شمشیرها سفید باشه، همچنین چیزی که از کریس میمون و بعد بعضی از چیزها خراب میشه. من حالا برای بنیاد موزه فرهنگی بنیاد یا موزه مستضعفان، بنیاد مستضعفان اون سال که من دعوت کرده بود خانم اعتزادی، برای ایشون من و یکی از مرمتکارم که اونجا بودن بهشون برای اولین بار در ایران نشون دادم که در مقاله من هست چجوری پولاد گوهردار رو میشه احیا کرد و من اینو حالا مقالهش براتون میذارم که ببینید اونجا که من برای اولین بار به ایران آوردم و به اونا سیقل دادن، پالش دادن و بعد تیزاب کردنشون رو نشون دادم. البته هر شمشیری بعد نوع خوب، بعد شمشیری که واقعا مونده دست نزنید، به هیچ عنوان دست نزنید و اینو بارها به مرمتکار ایران میگم، چون طرز سیقل دادن، پالش دادن و اچ کردن اینا، تیزاب کردن اینا رو هیچ مرمتکاری در ایران بلد نیست. بنابراین ازتون خواهش میکنم کار دست نزنید. من اون سال نشون دادم، چون هر تیغه ای نوع خودشو داره و این سالها شما باید تجربه داشته باشید و بدونید که به چه صورت میشه این تیغه ها رو احیا کرد. این شمشیر کلبعلی من حالا به یک کاتینگ تست بهتون نشون میدم، بهت با این من میبرم. ازتون خواهش میکنم که با شمشیرهای قدیمیتون به هیچ عنوان نبرید، چون بریدن با شمشیر، ما ببینید شمشیرهای ژاپنی باشون تامیشه‌گیری انجام میشه و تامیشه‌گیری که برای شمشیرهای ژاپنی انجام میشه این همیشه روی تاتامی اوموته هستش، اجسام سخت و به هیچ عنوان نباید بهش ضربه زده بشه. حتی شمشیر جدید من بعضی وقتا میبینم مثلا یکی رفته اون شمشیر درست کرده میزد به آجر، این کارها کاملا اشتباهه و توهین به شمشیر. شما در شمشیر زنی ژاپنی میبینید که تاتامی اوموته میبرن، تاتامی اوموته نوع سختش، اونی که من اینجا میبرم به اصطلاح ما به انگلیسی میگیم هارد گرین، این مقاومتی رو که ایجاد میکنه، این مقاومت کامل یک تن یک انسان با دو تا دسته. بله دیگه، خب یکم سخته، منم در این دوره در مورد اینا صحبت میکنه. خب دقیقا الان تاتامی اوموته بریده میشه، من فقط خواستم بهتون نشون بدم که چقدر این استحکامش زیاده. من یادم در فرانسه این تست انجام دادیم که از دوستان فرانسوی من حتی یک دونه فایبرشو دید با نمیتونه با دست ببره، یعنی جدا کنه اصلا دیگه، تا این حد اینو سفتن که اونم با مینی که هزاران هزار فایبر که بنزه یک طول یک رون انسان یا بدن انسان. ما بارها دیدیم که بعضی از این محققا که ورزش رزمی تمرین نمی کنن و تجربه ندارن، ببینید ورزش رزمی باید در مبارزه باشه نه اینکه فقط آدم نمایش بده و برش جزء کارش رو تاتامی اوموته مبارزه دادن. بعضی ها میان فقط مثلا میبینن آره مثلا در قرن 16-17 یک دونه سیاح اروپایی نوشت این و اون. مثلا من یکی از چیزایی که خیلی ها اومدن گفتن یه دونه دستخط هست که از بیرونیه، مثلا میگه که شمشیرهای مثلا گوهردار در هوای سرد میشکستن. این حرف هیچ عنوان حالا درست نیست. ببینید یک منبع تاریخی که شما میخونید دلیل نیست که اون منبع تاریخی سند باشه. الان من در نورماندی که هستم جتر میکنم، اون روز بارونی بود، زمین خیس بود و همچنین خیلی سرد. نورماندی نزدیک به انگلستان کانال مانش هستش، انگلیش چنل به قول انگلیسی ها و فرانسوی لامانش، و واقعا سرده اونجا، واقعا دستا یخ میزد.
و شما میبینید که با وجودی که هوا اینقدر سرد یخی، شمشیر به هیچ عنوان میتونه تاتومی و موتا رو ببره. بنابراین در وقتی که شما منابع تاریخی رو دارید، بعد مواظب باشید که و چه صورت هستش. برای همین تمرین کردن زیر نظر یک استاد رزمی که با سلاح‌های قدیمی بلده چیکار کنه، این خیلی مهمه. این شمشیری که کرده علی هستش بدون غلاف 729 گرمه. شمشیر اسدالله که بعد نشون میدم 713 گرمه. شمشیرها بین 700 تا 1250 گرم هستش. و همین 700 گرم هم چیزیه که از 700 به بالا چیزیه که کاملا طبیعیه و واقعا فکر نکنید سبکه. اینا شمشیرهایی هستن که باعث میشه که شما ببینید شمشیر فقط همون ضربه اول نیست، بلکه باید بتونید در جنگاش بجنگید. و بلچاقش یعنی محافظ دستش هم از پولاد گوهردار هستش و من حالا اینا رو بقیه رو بهتون نشون میدم. بنابراین خیلی ها مثلا میمدن ادعا میکردن که سیاهان اروپایی که شمشیرهای گوهردار ایرانی، ببینید مثلا روسا خیلی تمجید میکردن، بودن همه چیزو میبرد. خب اغراق هم توش بوده، ولی مثلا سیاهای اروپایی میمدن میگفتن که نه، اینا مثلا آبدیدگیشون مثل شمشیرهای اروپایی نیست. بخصوص در هند این حرفا رو زیاد میزدن. ولی شما اگه بدونید، بله هندی ها خیلیشون شمشیرهای اروپایی رو وارد میکردن به همین صورت هم، ولی شمشیرهای ایرانی و حتی آهنگرهای ایرانی در گورکانیان هند همیشه به اونجا دعوت میشدن و بهشون یاد میدادن شمشیرهای گوهردار ایرانی رو چجوری درست کنن. خب شما یادتون باشه وقتی که ما یه ترید داریم، یک دونه بازرگانی که سلاح‌های مختلف فروش میشده، خب مسلماً اروپایی دوست داشتن که شمشیرهای خودشون رو توی منطقه بیشتر بفروشن و این شمشیرهای ایرانی رو که همه عاشقش بودن، از روسا گرفته تا هندیا تا عرب‌ها تا عثمانی‌ها، این شمشیری که الان می‌بینید از پولاد گوهردار درست شده، بخرن. بنابراین شما ببینید منابع تاریخی رو همیشه مواظب باشید، کی نوشته، به قول معروف چه پشتش، چه مثلا هدف‌های خوابیده، چه کسی، چه مثلا اینترست به قول ما تو انگلیسی که میگیم، چه دونه منافعی داشته این وسط. اینا رو باید همیشه در نظر داشته باشید که به چه صورت وقتی که ارزیابی میکنید به چه صورت. من این شمشیر ایرانی رو معلوم به شما استحکامیشو نشون میدم. شما الان نگاه کنید ببینید چطوری راحت اینو میبره. استحکام این تاتامی اوموته با درجه یکش، یعنی استحکام شدیدترین استحکامو داره واقعا، که بعد آب گذاشته میشه که اینا هر کدوم از این فایبراش دوباره قوی تر میشن و بعد ببینید به چه صورت اینا میبره با یک دست. شما مثلا تو این دیدید که من با شمشیر دو دستی بریدم اینا، ببینید با یک دست چجوری هارد گرین تاتامی اوموته، چه سخت تاتامی اوموته رو میبره بدون اینکه من تاسه فشار روش نمیارم، چون این شمشیر عتیق است. بازم ناکم این چطور راحت میبره. من بازم تکرار میکنم، لطفاً با شمشیرهای عتیقه نبرید. بریدن یه کاریه که باید سالیان سال روش تمرین داشته باشید. من این کارو فقط میکنم که به بعضی از این محققا که مرتب اینا رو هی مینویسن تکرار میکنن، یه چیزی که یک سیاح اروپایی گفته، ببینید که الان هوا اینجا سرد سرده، میگن این شمشیر در هوای سرد خطر شکستنشون بیشتر میشه. اینجا واقعا هوای صفره، صفر درجه است الان، یک درجه زیر صفر، صفر درجه است. ببینید چه جوری میبره راحت. نه یک آره صفر، یک درجه بالای صفر باشه، معذرت. ولی ببینید چقدر راحت میبره تا میومتر، اصلا هیچ مشکلی نداره روش. ببینید زمستون نورماندی. حالا بعدا حتی توی زیر یخ هم در آلمان نشون میدم اگه لازم باشه، که یکی مجموع داره اینجا تو آلمان همکاری کنه با من. این نشون میدم اینجا الان در فرانسه هست، نورماندی فرانسه. و خواستم به شما نشون بدم که واقعا بعض وقتا ما در تحقیقات تاریخی سلاح باید تمرین کرده شده باشه. فقط تمرین کردن فایده نیست، نداره، باید این دوتا با هم دیگه ترکیب بشه، نه نمایشی. و بعد اونجوری شما میتونید پی ببرید که قدرت این شمشیرها در واقعیت چی، نه افسانه ای. شما الان اینجا نگاه کنید چجوری با یک دست راحت این تا میومده که درجه یکی میوره، واقعا عالیه. پس همینطور که میبینید این شمشیر به راحتی میتونی اینا رو ببرید. این شمشیر کلب علی هستش با مهر کلب علی.
در هوای سرد نورماندی. تاتمومتم هارد گرین بالاترین درجه یکش، یعنی سخت‌ترینه. ببینیم چطوری با یک دست راحتی میبره. بازم تکرار میکنم، ازتون خواهش میکنم با شمشیر عتیقتون هیچی رو نبرید. این من برای یه تست کردم که فقط نشون بدم به محققان خارجی که خیلی این چیزایی که هی ما در تحقیق بدونی که مثل من میدونی یاد چی میندازه، مثلا کسی که میاد اندازه‌گیری میکنه ببینه توی چیز چیه، ولی اینا سلاح رو فقط در عمل کرد میشه تشخیص داد که به چه صورت میشه انجام داد گروش برش شدید به چه راحتی انجام میده. واقعا باور نکردنیه. بوسیدن قبضه شمشیرم یکی از روش‌های دوره سفری بوده. بعد میریم به سراغ شمشیر بعد با مهره اسدالله. شمشیر با مهره اسدالله هستش. اینم از پولاد گوهردار هستش، پولاد گوهردار بودجه‌ای و مهره اسدالله داره. اینم باید من حالا یه روزی دوباره اینو پالیشش کنم، صیقلش بدم و تیزابش کنم، هرچش بدم. این در وقتی که در برگشتم به فرانسه و وقت زیاد داشتم، من دو روز بیشتر فرانسه نبودم، من نمیتونستم این کار رو بکنم. بنابراین این شمشیر، اینم برچاقش یا محافظ دستش هم از پولاد گوهردار بوته‌ای درست شده. این شمشیر 713 گرمه. یادتونه من به شما در مورد قبلی چی گفتم؟ شمشیر کربلایی 729 گرم بود. این دوتا جفتشون در همون حوزه ای هستن که اکثر شمشیر هستن، از 700 به بالا. شمشیر نادرشاه که نشون دادم بالای 1200 گرمه، این یک استثناست و چون با همین شمشیر 700 گرمی کاملا میتونید باش بجنگید و هیچ مشکلی ندارید. وزنیه که در اکثر شمشیر بین 700 تا 800-850 فوقش بود. شمشیر سنگین تره اون شما واقعا قدرت میخواهید که میتونید با این مدت طولانی ازش استفاده کنید، نه اینکه 700 گرم هم کم باشه، فکر نکنید. مهرش نم مهره اسدالله استوا، عمل اسدالله اصفهانی هستش، مهره واقعی هستش که میبینید که به خاطر پالیش بد یه روش خورده، شمشیر قدیمیه، تراکوبیش رفته، ولی اصل مهره و خطش جزوی کسانی بوده که اسدالله امضا میکردن. اینجا دوباره شمشیر رو از اون ور میبینید. شما ازتون خواهش میکنم که به ویدیوهایی که من درست کردم در مورد اسدالله و کلب علی مراجعه کنید رو همین کانال ما. به فارسی هم گذاشتم اونا رو، غیر از انگلیسی. من قول دادم دیگه اکثر ویدیوهایی که مربوط به ایرانه به فارسی هم برای شما بذارم، هموطنان گرامی. و اینجاست این شمشیر با مهر اسدالله. الان این شمشیر رو دوباره به شما نشون میدم، از این ور شما نگاه کنید. بلچاقش هم یا محافظ دستش از پولاد گوهردار بوته‌ای هستش و همطوری که میبینید، بله، بله، اینجا الان میبینید این شمشیر رو. واقعا شمشیرهای قدیمی بالانسشون از هر جهتشون، از جهت شما نگاه کنید، اصلا عالیه، قابل قیاس نیست با شمشیری که جدید درست میشه. من حالا وقتی که فرصت داشتم این هنر رو که درست کردن پولاد گوهردار بوته‌ای رو خارج الان بیشتر از 30 نفره میکنم. من قدیما گفتم بهتون 3 نفر زیر نظر من پایان‌نامه هاشون رو نوشتن، 20 نفر دیگه الان نیستن، الان 20-30 نفرن و من چند تاشون رو باشون حتی مقاله دادم، بهشون همکاری کردم خارجی ها رو. در ایران هم حالا به زودی من اینو هنر رو ترویجش میدم که بتونم پولاد گوهردار بوته‌ای رو درست بکنم. میبینید که این شمشیر رو اینجا میبینید. واقعا این شمشیر خیلی خوبی هستش و همونطور که شما اینجا الان خودتون میبینید، گفتم اینم از پولاد گوهردار بوته‌ای درست شده. ببینید پولاد گوهردار درست کردن یک چیزه،
درست کردنش که خوب گفتم بیشتر از 30 نفر درست میکنن. و یکی دیگه این که شما بتونید پولاد گوهردار که ماده بسیار سختیه، کربنش چون خیلی بالاست، بتونید منحنیش کنید. و شما میبینید که آب دادن تیغش، میبینید که مثل همون تو شمشیر ژاپنی دیدید که، حالا من بعدا در مورد این دوباره توضیح میدم، تو مقاله هم هست ولی بیشتر مینویسم توضیح میدم و شاید تو فیلم هم در موردش درست کردم، این آب دیده شده طرف تیغه. حالا این خودش یه چیزیه که بعدها در موردش صحبت میکنم. ازتون خواهش میکنم، بازم تکرار میکنم، یادتون نره سلاح‌شناسی با ورزش رزمی کردن یا اینکه خودتون میکنید که هم محققید و یا اینکه توی سازمانی کار میکنید که توشون هم محققای سلاح هستن و هم رزمیکارای واقعی هستن، این مهمه. سلاح‌شناسی اینو ایجاب میکنه. مثل میمونه که فرض کنید کسی بیاد در مورد یک سلاح مثلا گرم بنویسه ولی تا حالا تو زندگیش شلیک نکرده باشه. خب نه، یه سری محدودیت های ایجاد میشه در مورد درک کردن اون سلاح، در مورد سلاح های چیزم صدق میکنه. بنابراین من این ویدیو رو درست کردم برای شما که شما اینا رو نگاه کنید و اول به انگلیسی گذاشتم چون زمان بین‌المللی، حالا به فارسی، بعد من دیگه به شما ها قول داده بودم که شما اینا رو نگاه کنید. و شما از اینجا، من باز با این شمشیر قدیمی کات رو بهتون نشون میدم. ببینید فقط چند تا فایبر خیلی کوچولو بود. دلیلش اینه که من اصلا نمیخواستم با قدرت بیشتر بزنم. ما بهش میگیم درو کات، یعنی کشیدن به طرف خودتون. ببینید با یک چیز خیلی ساده، با یه ضربه دست، چجوری تاتامی اوموتی که اینقدر به اصطلاح محکم هستش، این سطحی که الان این هست، بریده میشه. این خیلی مهمه که ما اینو بتونیم درکش کنیم و شما ببینید که یک شمشیر خوب، پولاد گوهردار خوب به چه صورت میبره.
من در اینجا با شمشیر کلبعلی و اسدالله که دو تا شمشیر تیزه، من همیشه با شمشیرهای تیز تمرین میکنم. در سازمان ما با شمشیر تیز حرکت کردن من معمولا اجازه نمیدم. بعد 4-5 سال تمرین مداوم با سلاح‌ها بهشون بعد اجازه دادین با شمشیر تیز، چون کوچکترین اشتباهی بکنید واقعا جراحت‌های خیلی خطرناک به بدنتون میتونه بزنه. بنابراین من این اجازه نمیدم. اون روز که من این رو با این شمشیر کلبعلی اسدالله دارم تمرین میکنم، زمین کاملا خیسه و حتی قسمت های سر میخوره آدم، سرسوریه. و با این وجود میبینید که شما وقتی که مهارت داشته باشید در زدن شمشیر براتون مشکل نیست، به خصوص وقتی که شما هنرهای رزمی تمرین کرده باشید. هنرهای رزمی واقعی منظورم. بالانس این دوتا شمشیر واقعا عالیه. من نمیدونم چجوری تفسیر کنم که چقدر اینا بالانسشون خوبه و من با شمشیر کلبعلی و با اسدالله اینجا تمرین رو دارم انجام میدم برای شما. شما تکنیک های مختلف رو میتونید ببینید. امیدوارم در آینده رزم‌افزار رو من در ایران بتونم گسترش بدم که دوستان و جوانان بیشتری بتونن تمرین کنن و این رشته رو ما بتونیم در دنیا گسترش بدیم. این رشته که از نیاکان ما بوده، سلاح‌های ما با سلاح‌شناسی ترکیب بشه و همونطور که ما در خارج این کارو می‌کنیم بتونیم در ایران همین رو گسترش بدیم. با کارهای علمی و رزمی واقعی من اینا رو خواستم به شما نشون بدم. یه روز دیگه، من سه روز بیشتر در فرانسه نبودم که این روز دوم تمرینم هستش با این شمشیر کلبعلی و شمشیر اسدالله. به شما اینجا الان دارم نشون میدم هموطنان عزیز که شما ببینید واقعا دو تا شمشیر بالانس عالی دارن.
از شما تشکر میکنم که به کانال ما میاین. از شما خواهش میکنم که سابسکرایب کنید، از ما حمایت کنید، زنگوله رو بزنید و کامنت بذارید و خیلی خوشحال میشم جواب سوالای شما رو بدم و روز شما بخیر.